گروه‌های مدافع حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی از وخیم بودن وضعیت نگهداری این دسته از زندانیان خبر می‌دهند. تنشان از زندانیان سیاسی در زندان دچار بیماری‌های مختلفی شدند که عدم رسیدگی به وضعیت اونها حتی در مواردی منجر به از دست دادن جان برخی از اونها هم شده. امشب هم مثل دیگر شب‌های جمعه کوروش صحتی با ماست و در ارتباط با این دسته از زندانی سیاسی که به خاطر عدم رسیدگی به وضعیت سلامتیش جان خودش رو از دست داد، محسن دکمچی بود که حتی خانوادهش نتونستن براش مراسم یادبودی بگیرن. بله، البته اشاره بکنم که اینکه یکی از زندانیان سیاسی به خاطر اینکه به وضعیتش رسیدگی نشه و در زندان بمیره مسبوق به سابقه بوده، اکبر محمدی، امیر حسین امیر ساران و امید رضا میر سیافی وبلاگ نویس نمونه های از این که کسانی بودن، زندانیان سیاسی بودن که در زندان جون خودشون از دست دادن سالهای گذشته. اما در مورد تازه ترین نمونه اینها که همونطوری گفتی آقای محسن دکمچی بود، ایشون یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بود که به 10 سال زندان محکوم شده بود و شامگاه دوشنبه 8 فروردین به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی جان سپرد، از زندان منتقلش کردن به بیمارستان و اونجا جان داد. اما گزارش منتشر شد بعد از اون که کانون حمایت از خانواده های زندانی ها منتشر کرد و این بود که خانوم آقای دکمچی بعد از مراسمی که برگزار کرده بودن در بهشت زهرا برای خاک سپاریشون بازداشت شده بوده در پلیس امنیت گیشا و مورد بازجویی قرار گرفته بوده برای ساعتی و بهش گفته بودن که شما حق برگزاری هیچ گونه مراسمی ندارید برای این زندانی و تا 1 هفته حق خروج از منزلتون رو ندارید. این فشاری بوده که بهشون وارد شده بوده. البته قرار بوده مراسم یادبودی برگزار بکنن برای روز سوم درگذشت آقای دکمچی که بدین ترتیب نیروهای امنیتی ممانعت کردن و همینطور در مراسم خاکسپاری آقای دکمچی هم به تعدادی از حاضرین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن که این هم در خبرها منتشر شده بود. بله، باعث تأسف آقای دکمچی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بود. خب اصلا از این زندان چه خبر تازه‌ای داری از زندان رجایی شهر؟ خب زندان رجایی شهر به عنوان یکی از تعبیدگاه‌های زندانیان سیاسی مشهور شده. الان چندین سالی که زندانیان سیاسی رو می‌برن اونجا. از زندانیانی که بعد از حوادث پس از انتخابات بازداشت شدن، مثل آقای احمد زیدآبادی، حشمت الله تبرزدی، عیسی سرخیز، داوود سلیمانی، مسعود واستانی و خیلی‌های دیگه، اینها منتقل شدن به این زندان و زندانیان دیگه‌ای هم بودن که سال‌هاست در اونجا هستن، مثل بهروز جاوید تهرانی و ارژنگ داوودی در این زندان محبوسن. گزارش‌های متعددی منتشر میشه در ارتباط با این زندان که نشون میده این در این زندان وضعیت نامناسبی دارن زندانیان. عدم تفکیک جرایم در بندها، از شیوع استفاده از مواد مخدر هستش و چندی پیش هم یک گزارش منتشر شده بود در برخی از سایت‌ها که تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر نامه‌ای نوشته بودند به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و گفته بودند که در این زندان خطر تجاوز جنسی به زندانیان زن وجود داره و اظهار نگرانی کرده بودند. از آقای لاریجانی خواسته بودند که نماینده ویژه‌ای رو بفرسته به زندان رجایی شهر تا رسیدگی کنه به وضعیت این دسته از زندانیان. بر اساس این نامه بیش از 10 زندانی سیاسی زن در کنار بیش از 200 زندانی دیگه که جرایمی چون قتل و دزدی و قاچاق و اینا دارن نگهداری میشن. همه اینا یک سرویس بهداشتی و یک حموم دارن و به گفته خانواده این زندانیا هر لحظه امکان آزار جنسی این دسته از زندانیان سیاسی وجود داره. خب این روزا اخباری هم در مورد تبعیدگاه‌های جدید برای زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده. آیا واقعا نکته‌ای هست که بشه بهش اشاره کرد؟ نمونه‌ای از این تبعیدگاه وجود داره؟ شاید بشه به یه نمونه دیگه اشاره کرد در این ارتباط. جدا از زندان رجایی شهر، زندان کارون اهواز است که چند روز پیش کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش مفصلی رو از قول یکی از زندانیان همین زندان منتشر کرد که در حالی که این یکی از تبعیدگاه‌های زندانیان سیاسی هست، تراکم زندانیان عادی هم در این زندان بسیار زیاد است و در حال حاضر 53 زندانی سیاسی در این زندان هستند که همچون زندان رجایی شهر وضعیت نامناسبی دارن. ضرب و شتم زندانیان، وضعیت نامناسب بهداشتی، وضعیت غذاشون بد بوده، جیره غذاییشون و امکانات بهداشتی بندها خیلی پایین بوده. این مواردی هست که در ارتباط با زندان کارون اهواز هستش. البته بیشتر زندانیان سیاسی که در این زندان هستن فعالین عرب هستن که زندانی شدن، اما از سایر زندانیان سیاسی میشه به ضیا نبوی دانشجویی که
محروم از تحصیل از بعد زندان محکوم شد 15 سال زندان، اشاره کرد آقای پیمان روشنزمیر وبلاگ نویس. و یک نمونه جالب دیگه آقای سخار ریگی بوده که وبلاگ نویس وبلاگ بلوچستان سرافراز بوده. آقای ریگی مطالب رو از سایت‌های مختلف برمی‌داشته و در وبلاگش منتشر می‌کرد از سایت‌های مختلف، و به خاطر این به 20 سال زندان محکوم شده. و در این گزارش اومده که تنها به خاطر شباهت فامیلی که با ریگی‌های معروف در بلوچستان داشته این حکم سنگین رو گرفته، در حالی که به خانواده‌اش اعلام می‌کنه هیچ ارتباطی با اونها نداشته و فقط یک وبلاگ نویس ساده بوده. خب از زندان رجای شهر و زندان کارون اهواز صحبت کردیم، بریم سراغ اوین که واقعا یک شهرت جهانی پیدا کرده. زندان اوین، از زندانیان سیاسی زندان اوین چه خبر؟ من به چند نکته مختصر اشاره بکنم چون انقدر زندانیان سیاسی اوین زیاد هستن ما نمیتونیم در چند دقیقه به اونها بپردازیم. در مورد بهاره هدایت، یه دانشجو زندانی که چند روز دیگه تولدش هست، 16 فروردین، یه کمپینی برای آزادیش درست شده برای روز تولدش. ما یک گفتگوی کوتاه کردیم با آقای امین احمدیان، همسر ایشون که خودش هم عضو سازمان ادوار تحکیم است. از قول خود ایشون بشنویم که وضعیت بهاره هدایت چگونه است. مرسی. الان که به خدمت هستم حدود 500 روز تقریبا کمتر از 15 ماهی از بازداشت بهار میگذره و خب از اون روز سالا هنوز موفق نشدن که به مرخصی بیان. حکم قطعی که ایشون توی تابستون توی دادگاه تجدید نظر براشون تایید شد 7 سال بود که با 2 سال تعلیقی که از سال 85 هستن مجموعا 9.5 سال حکم حبس تعزیری گرفتن. توی بند متادون زندان اوین به سر میبرن. حدود 6 ماهی هم هست که امکان تلفن ازشون قطع شده. کلان همیشون و سایر زنان زندانی سیاسی بند اوین از 16 آذر سال گذشته هم بعد از اون پیامی که ایشون و آیه مجید توکلی و خانم مهدی گلرو خطاب به دانشیان از زندان اوین صادر کردن، ملاقات حضوریشون هم اون ملاقات کابینی که هفته یک بار هم ما داشتیم اونم قطع شد. و تا روز 26 اسفند که ما یه دیدار کوتاهی توی دفتر دادستان مستقر زندان اوین با ایشون داشتیم ملاقاتی نداشتیم با ایشون. امسال ایدم بعد از سال تحویل مراجعه کردیم روز سه‌شنبه برای ملاقات کابینی که معمولا در اختیار زندانیان قرار میدن. خب با توجه به ملاقات قبلی که اتفاق افتاد و شو فکر میکردیم که اون حکم معمول ملاقاتی برطرف شده باشه، ولی خب مراجعه که کردیم متاسفانه گفتن هنوز حکم هم پابرجاست و از ملاقات ما جلوگیری شد. هم خانم گل رو و هم خانم هدایت گفتن که کماکان ممنوع ملاقات هستن. بله، صدای همسر بهاره هدایت بود، زندانیان سیاسی در زندان اوین. خب از دیگر زندانیان سیاسی اوین چه خبر؟ من به چند دانشجو زندانی دیگه اشاره بکنم که وضعیت وخیمی دارن. یکیشون آرش صادقی هستش که طبق اخباری که منتشر شده در حالت کما در بیمارستان به سر میبره. ایشون از 24 اسفند پیش از عید دست به اعتصاب غذا زد در سلول انفرادی و بعد از اون وضعیت جسمیش بسیار نامناسب شد، مجبور شدن که ماموران زندان اون رو منتقل کنن به بیمارستان. الان در اعتصاب غذا هست و در بیمارستان. و نمونه دیگه نمونه آقای علی اکبر محمدزاده هست که خواهر ایشون هم یک نامه منتشر کرده. آقای محمدزاده دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف هستش که بعد از حوادث 25 بهمن ماه بازداشت شد درست یک روز بعد از اون. و نامه‌ای که خواهر ایشون دانشجویی که در تورنتو درس میخونه خواهر آقای محمدزاده نوشته، اومده که من اول مراجعه کردم به سایت‌های داخل کشور تا صدای تظلم خواهی برادرم رو برسونم به گوش همه، اما اونها هیچ مطلبی ازشون منتشر نکردم و من مجبور شدم که این نامه رو منتشر بکنم. و اعتراض کرده به وضعیت نامناسبی که برادرش در زندان داره و به شدت تحت فشار هست تا اعتراف بکنه به جرایم ناکرده و اینکه در واقع بازجویی‌ها از اون خواستن که باهاشون همکاری بکنه تا آزاد بشه بدون تشکیل پرونده قضایی و بدون مراجعه به دادگاه. هنوز هیچ حکمی براش صادر نشده. این مجموعه اخباری بود که در ارتباط با این دانشجو وجود داشت. دانشجوهای دیگه هم هستن مثل مجید دوری، پیمان عارف و محمد پور عبدالله که آخرین وضعیتشون در برنامه‌های آینده حتما بررسی خواهیم کرد. بله حتما. مرسی از کوروش عزیز. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی. برنامه شبکه خبری فارسی